ملاکی باب 3 آیه 7 رو نگاه کنید، ببینید خیلی واضح دعوت میکنه که توبه کنید. یعنی موضوع اینه خب ما باش حالا میدم، میگه نه اول برو توبه بکن. خب و میگه شما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نمودید. یعنی موضوع الانتون هم نیستا، از زمان پدرانتون هم همینطوری بودید. خب حالا به یهود داره میگه آنها را نگه نداشتید. خب کدام فرایض؟ اما یهوه سبایوت میگوید، جالبه اسمی که استفاده میکنه. خب ما میدونیم یهوه اسامی مختلف داره، خب که جاهای مختلف کاربردهای مختلف داره. یه جا میگه یهوه نسا، یه جا میگه یهوه رافا، یه جا میگه یهوه الشدای، اسامی مختلف میونه. اما سبایوت خب یعنی چی؟ آفرین. اینجا صحبت از فرمانده کل قواه، یهوه رافا نیست، خدای شفا دهنده نیست، فرمانده کل قوا رو آورده درباره توبه. یعنی دزدی از اموال دولتی، میدونی دزدی از اموال دولتی جرمش بدتر از دزدی شخصیه و از همین اصطلاح داره استفاده میکنه. اصطلاح سبایوتو داره میاره عمدن تو این قسمت، فقط نمیگه خدا توبه کنید به سمت خدا، مشخصا داره میگه سبایوت میگوید، یعنی فرمانده کل قوا داره صحبت میکنه و یه حکمی در واقع موافقه. چرا میگه سبایوت؟ چون که برمیگرد به حکم اول شریعت که صاحب شریعت فرمانده کل قوا، چون که فرمان داد دیگه، ده فرمان کی داد؟ فرمانده کل قوا فرمان داد. به خاطر همین اونجا کلن وقتی راجع به سبایوت داره صحبت میکنه اینو داشته باشید، صحبت از قدرت و اقتدار و صاحب و مالکه. هر جای کتاب مقدس در عهد عتیق صحبت از سبایوت بود راجع به قدرت، اقتدار، مالکیت و حاکمیت مطلقه. و بعد اون جمله رو باید یکم متفاوت تر از قسمت‌های دیگه بخونیم، چون وقتی خیلی میخواد جدی صحبت کنه سبایوت میشه، که معمولا این اصطلاح رو تو جنگ ها استفاده میکنه فقط. اوکی. چون که اصطلاحات جنگیه، با بت پرستا، با خدایان دیگر، با فرعون، با خدایان مصر، بیشتر اونجا سبایوته. ولی اینجا جالبه راجب شخصی، اونم راجب قوم اسرائیل، راجب ایمانداران داره میگه، سبایوت رو مطرح میکنه. میگوید به سوی من بازگشت نمایید و به سوی شما بازگشت خواهم کرد. همون چیزی که میگه به من نزدیک میشید تا من به شما نزدیک بشم توی یعقوب. اما شما میگویید به چه چیز بازگشت نماییم؟ چون تا اینجا ما هم نفهمیدیم به چه چیز، اونا هم نفهمیدن به چه چیز، فقط میگه به فرایض. خب حالا چی؟ نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، چیکار نکردیم، خیرات ندادیم، صدقات ندادیم، چیکار نکردیم ما؟ پشتش چی میگه؟ آیه 8. آیا انسان خدا رو گول میزنه؟ میگه خودتون نزنید به اون رو. البته یه جمله دیگه میگه، اوکی؟ شما مرا گول زده اید. ببین چی دیگه میگه؟ واژه‌ای که میگه گول زده اید میگه فریب دادی. واژه‌اش دقیقاً اصطلاحی که برای شیطان میگه. میگه شیطان مکاره. همون اصطلاحی که برای شیطان استفاده میکنه اینجا برای آدم داره استفاده میکنه. میگه شما دارید من رو فریب میدی. همونجا هست که میگه روح القدس فریب ندید. بعد همونجا میگه شیطان فریب کاره، مکاره، از مکرهای و بیخبر. کلمه میگه شما مکارید. یعنی منم دارید دور میزنید. خاطر همین. پس اونجا خوش با ما فرمانده. اینجا هم داره راجبش صحبت میکنه که گول زده اید. در ده یک و هدایا. قشنگ مشخصه توبه راجبه چیه؟ راجب پاکی و توبه و قربانی اینا هم نیست، راجب خودشه. شما سخت ملعونید. دادم نمیگه ملعون باد برام، که میگه هستید ملعونید، زیرا که شما یعنی تمامی این امت مرا گول زدن، همه فریب خوردن و فریب دادن. تمامی عشقها را به مخزن‌های من بیاورید تا در خانه من خوراک
باشد و یهوه سبایوت میگوید مرا به این گونه بیازمایید تا یا روزنه های آسمان رو برای شما نخواهم گشاد و بعدش بقیه رو بلدید دیگه راجع به چی داره صحبت میکنه. پس اصلا موضوع اصلا یه توبه است، یه توبه اساسیه، اونم نه با خاطر حکمه. در واقع باز برمیگردیم، دزدی نمیکند، نمیگه دزدی نکن، دزدی اگر میکند چون که پول را مامان را بیشتر از اون دوست دارد. در واقع شما منو به عنوان یهوه سبایوت فهمید کل قوا نمیپذیرید، اگه میپذیرفتید پولتون رو یا اون یا میدونستی که منم که به خاطر پادشاهی شما رو نمیدم، منم که به خاطر مسئولیت جان شما و این دست منه، منم همه اینا رو تو هفته‌های قبل راجع بهش صحبت کردیم. خب اینه که در واقع پیغامش خیلی سنگین میکنه. داشتون رعده عتیقه، راست میگه ما رعده عتیقه. عهد جدید که نگفته دیگه، باز این هم همون خب این هم که شد اسلام واژه ها رو میشناسیم دیگه، چراغه خونه مچده، چراغ که به خونه رواد به مسجد حرامه، خدا که خودش میدونه، خدا که محتاج پول من نیست، خدا خودش که خیلی داره، اصلا گیریم داره. دلیل نمیشه که اگر اوکی شهردار اصلا خیلی داره، تو نمیتونی ازش دستگاه مثلا دزدی کنی؟ میگی چرا؟ میگه اصلا خودش خیلی پول داره. خب داره که داره، به تو چه دیگه داره؟ هر کسی داره، بعد چیکار کنیم؟ یه شخص میگفت که یکی میگه من خیلی ناراحتم، من یه نفر میگه چرا؟ میگه بهش پول دادم بعد دیگه بهم نداده، هر چی بهش میگم منو میدونه. بعد اون شخص دیگه گفتم چرا بهش نمیگه؟ او کلی پول داره. خب داره که داره، به تو چه که داره؟ شریک مال مردمی تو، چون که داره تو بعد ازش بکشی بالا او ککش نمیگذه که، حالا دردش چیه؟ اون ما رو بگو با کیا میره ملکوت. چند تا سوال میکن، حکم شریعت ندیم، باز برگردیم میکن، اگر ما حقیقتی رو باز میکنیم باز حواسمون باشه شریعتی نشه، بعد یه مکاشفه باشه. مکاشفه دلتو رو به خدا میچسبونه. خب دلیل مکاشفه، خب برانگیخته شدن عشق، نه اومدن ترس. اینو فراموش نکنیم، اینو همیشه حواسمون باشه. اوکی، اگه چیزی رو جدیت موضوع، اگه خدا توبیخ میکنه، پشت توبیخ شما چی رو ببینید؟ این توبیخه، پشتش چی میبینی؟ کلام خدا چی میگه؟ عبرانیان چی میگه؟ پشت توبیخ چی باید ببینی؟ محبت. عبرانیان چی میگه؟ میگه چون که دوستت دارم توبیخت میکنم. اوکی، هر وقت توبیخ دیدی عشق رو ببین. خب وقتی خدا در عشق انجام میده، خب میگه توبیخ، حالا کلمش اینه، برای ما سخته، اما داره چیکار میکنه؟ داره عشق میده. خب وقتی عشق به یه جایی به قلب میخوره، بعد چی برگرده بالا؟ بعد شریعت بیا بالا یا محبت بیا بالا؟ آها آفرین، توبیخ باید دلت رو به خدا بچسبونه، نه ترس تولید کنه. این قانون عهد جدیده، توبیخ خدا عشق خدا رو تو رو برمی‌انگیزه. احساس شرم، احساس خجالت و محکومیت نیست، احساس محبت خداست. من به خدا بی محبتی کردم، یعنی گناه من میدونی چیه؟ انجام اون کار نیست. یه شخص مسیحی اینو فراموش نکن، برای هر گناهی که کردی یا خدای نکرده در آینده خواهی کرد، هر گناهی اصلا اسمش فرقی نمی‌کنه، هر گناهی که بکنی، وقتی میخوای توبه کنی، اولین توبت خدای برای بی محبتی منو ببخش،
اصلا اسم گناه اصلا مهم نیست. گناه چیه؟ چرا؟ چون اگه خدا میگه اگه بند اول دوست داشتی، خدای خدا دوست داشتی، این کار نمیکرد. پس اولین گناه من بی‌محبتیه به خدا و برای این توبه میکنم. بعد میگم این لیوان انداختم، خدای منو ببخش به خاطر بی‌محبتیم. لیوان افتاد، یه لیوان انداختم، لیوان زدم شکستمش، به خاطر بی‌محبتیم لیوانو شکستم. اینطوری توبه کن. نه خدای بخواد این لیوانو زدم به خاطر خشمم، زدم شکندم، به خاطر نمیدونم نبخشیدنم فلان کردم. من همش گناه، چون موضوع چیه؟ موضوع همش بکن نکن، بکن نکن، بکن نکن. ولی اصلا کلام خدا اینو به ما نمیخواد بگه. به خاطرم یه عده کلن میگن آقا ولش کن، راحت باش، برو هر چی دوست داری. چرا؟ چون نکن و بکن کلن حذفش میکنن، چیزی نمیمونه. اما وقتی میگی نمیکند، چه تو عهد عتیق چه تو عهد جدید، سر جاش میمونه این. چون موضوع عشق خداست. چه عهد جدید نمیکند، اونورم نمیکند. ولی وقتی بکنه و نکنه، تو عهد جدید میای یه کلن پاکش میکنه. متوجه شدید؟ ولی خدا اصول اخلاقی رو جابجا نکرد که. نه بگو مسیحیان آزادن دزدی کنن. مسیحی آزادن مثلا چه میدونم هر کاری دلشون میخواد بکنن، چون مسیحی شدیم. میگه هاشا فرصتی که خدا به جهت به ما داده به جهت گناه استفاده نکنیم. فرصت خدا رو به جهت گناه استفاده نکنیم. فیض خدا رو به جهت گناه استفاده نکنیم. فیض دلیلی برای بیرون اومدن، نه در گناه موندن. پس میخوام اینو به شما بگم که این موضوع، موضوع محبته. اگه خدا داره یه چیزی میگه، به خاطر اینکه میگه بازگشت کنید. چی بازگشت کنن؟ میگه دلتون به من بچسبه، نه اینکه از من بترس. بعضی مواقع افراد میگن که چرا خدا موسای بیچاره این همه سختی برو بیا زندگیشو گذاشت و رفت و اینا، آخر کار خودش هم نذاشت بره سرزمین موعود. خیلی ها قوم با اون همه بدیشون رفتن، این بیچاره به خاطر خب ظاهرا دو تا خطا نذاشت بره. یکی ده فرمانو مثلا ازت شکست، خب حالا رفت جبرانش کرد با دست خودی زخمی، مجبور شد دوباره بنویسه. یکی هم به هر حال گفت به صخره گفت بگو، زد. حالا کار سختی که نکرد، آدمی که نکشت، زد. چرا؟ میخوام بهتون بگم چرا خدا اجازه نداد. موسی دید ولی نرفت داخلش. و واژه‌ای که داره میگه که موسی سرزمین موعود دید، تو رویا ندیدا. میگه سرزمین موعود کجا بود؟ قشنگ از کوه میامد پایین، اینجا بود، قشنگ نزدیکش بود. میگه از دور میدید، یعنی فی الوداع وارد این سرزمین میشدن، اینقدر نزدیک بود داخلش. یعنی من یه جور داخلش بود. گفت فرود نخواهی اومد، یعنی از این تپه که داری میبینی به پایین نمیری دیگه. چرا؟ فقط یه دلیل داشت. خدا، موسی کاری کرد که مردم از خدا بترسن. به خاطر خدا گفت چرا این کاری کرده که از من بترسن اینا؟ گرفتی؟ کاری کردن که از خدا بترسن. به خاطر این گفت اگه من میخواستم خودم بلد بودم. تو کاری کردی که، چون بعدش میگه، میگه و تمامی قوم از خدا ترسیدن، ولی ترسشون به خاطر احترام نبود، در وحشتشون بود. موسی ناخواسته باعث شد که وحشت کنن، ولی قلب خدا این نبود. حالا متوجه شدی وقتی میگم که ما نباید وحشت کنیم و نباید مردم رو به وحشت بندازیم، مردم رو به هی هل هلو و ترس و وحشت بندازیم، وای بر ما، وای چی حاله میشه، چه بلایی میاد سرمون،
میریم میمونیم، تمیزم کثیفم، وای وای وای، همش نگرانی. و این از خدا نیست. اگه یه حقیقتی مکاشفه ای هست، به خاطر اینکه در واقع تنها چیزی که هست شرم از بی‌محبتیه، همین، خجالت از بی‌محبتیه. چرا من این کارو کردم؟ خدای منو به خاطر بی‌محبتیم ببخش. تموم شد. این توبه مسیحیه، توبه ای که توش به خاطر محبت نباشه، این توبه جواب نمیده. هزار بارم میکنی جواب نمیده. چرا توبه جواب نمیده؟ چون که توش دلیلش محبت نیست، دلیلش ترسه. توبه هامون مسلمونیه، به خاطر عشق نیست. من بارها تو حتی آدم ها دیدم، کسی که واقعا قلبا دلش شکست برای رفتاری که کاری که کرد، دیگه ندیدم ازش. ولی آدم دیدم بهش میگم باشه چشم میکنم، دوباره میکنم، دوبارهش میگم باشه چشم میکنم، دوباره هم ممنون میکنم. چون از قلب نیست، به خاطر عشق نیست اطاعتش، به خاطر ترسه. چون که کشیشم، چون که دیسیپلین دارم، چون که کلیسا میگه، چون که جایگاه میگه، و حالا میگه بخاطر دلیلش محبت نیست. همین وریشو دیدم، همون وریو دیدم. برای خدا هم همینه. اگه دلیلمونو بذاریم توبه هامونو بیار دلیلمونو بذاریم توبه، بعد میگم توبه نکن. یا بهش هست گفتم، گفتم خواهش میکنم دیگه توبه نکن. برای چی برادر؟ کلام میگه توبه کن. گفتم تو توبه نکن. نام خدا رو به باطل بردنه. من بخوام یه درس راجع به شریعت فقط به شما بدم، اصلا نگاهت کلا راجع به شریعت عوض میشه. من چرا اینطوری فکر میکنم شریعت یعنی این؟ چرا من اشتباه میکردم؟ چرا به من اشتباه دست دادن شریعتو؟ چرا من اصلا فکر میکردم شریعت یعنی ده فرمان یعنی اینه؟ اصلا این نیست. متوجه خوب دیگه. از کجا میاد؟ از گذشته میاد. بکن نکن. نه اینکه نمی کند. این مکاشفه است. وقتی میگیرید بعد انجیل یعنی عهد عتیق یه جور دیگه نگاه میکنید بهش. همش میترسن، نمیخوان. بعد خدا یه جور دیگه است. اصلا یه طوری این خدا اصلا قلبش اینه. چون استاندارد خدا همونه. یه جای دیسیپلینه باید بخاطر عشقشه. چون موضوع جدیه. یه زمانی تو بچه تو میگه تو بغل نازش میکنی، یه جایی میگه جنگه داره بمب میاد، مجبوری بچه ها رو بگی نمیام بیا ببینم، دستش میکشی بلندش میکنی میبری چه جایی. بچه که نمیفهمه چی بجی، جدی بابا میگه بابا داره بمب میاد اینجا، نمیتونم بذارم همینجا برای خود هر کاری دلت میخواد کن، میمیری. حالا چه بچه بفهمه چه نفهمه، باید بلند شه یه کاری انجام بده براش. و اینجا یه جاهای جدی عمل میکنه و بعضی موقع برای ما قابل درک نیست. خب میتونست به من بگه بیا، خب خودم بعد میرفتم. تو نمیفهمی چه خبره. اگه میفهمیدی اینطوری به من نمیگفتی. من تصمیم برات میگیرم یه جایی. مطمئن باش جاهایی که ما بتونیم خودمون یه کاری انجام بدیم، مطمئن باش خدا دست نمیزنه به هیچ جامون، دست نمیزنه. ولی یه جاهایی که موضوع خیلی جدی باشه، اصلا به انتخاب تو نگاه نمیکنه. شده چپ و راستم بکنه، کارش انجام میده. خودت، آره، آفرین. تو که میدونی بچه هم بزرگ شده، بعد یاد بگیره، اینم جدا یکی تجربیاتشه، تو اصلا دلیل رشدشه، دلیل بلوغش میشه، اصلا باعث میشه. میدونی بچه ها وقتی تو خونه با هم دعوا میکنن، از روانشناسی خب میگن که اوکی، حواستون باشه هم دیگه آسیب نزنن، اما این دلیل رشدشونه، باعث رشدشون میشه بچه ها وقتی با هم دارن دعوا میکنن. فقط آسیب نزنن، یه سری اصول بذار براشون که از حد خارج نشن، ولی اشکال نداره. با هم کلکل میکنن، سر یه چیزی با هم دیگه چی میکنن، ممکن با هم قهر میکنن، چون یاد میگیرن قهر و آشتی رو.
یاد میگیرن چطور بخشیدن رو، دلیل رشدشون خواهد بود. حالا تو عمر کلیسایی هم همینه، قرارشده دلیل رشد روحانی ما میشه. نه ما نباید اصلا قرار بکنیم، مسیحیت یعنی قرار نداره. میگه یه بار یک کشیشی، یه پسر دختری میرن پیش کشیشی، قبلا هم گفتم، میگه آره ما رو عقد بکن. میگه تو حالا با هم دعوا کردی؟ نه آقای کشیش، اصلا دعوا عیبه، دعوا خیلی بده. میگه پس برید یه وقتی دیگه بیاید. میگه برای چی؟ میگه برید دعوا بکنید، وقتی دعوا کردید بیاید. میگه همه میگن دعوا نکنید، دعوا زشته، شما ما رو به دعوا داری میندازید. میگه آره، به دعوا کنید بعد بیاید. میگه برای چی؟ میگه همین که از قانون من اینه، برید دعوا کنید بعد بیاید، من عقدتون میکنم. میخواد دلیلش بگو. میگه چند وقته با همین؟ میگه حالا ما یه تقریبا چند سالی با هم هستیم. میگه دعوا نکرد؟ میگه نه. میگه شما هنوز نمیفهمید قرض چیه، دل شکستن چیه. هر وقت تونستید دل هم دیگه رو بشکنید و دل هم در بیارید، شما هم دیگه ازدواج دارید، وگرنه من عقدتون نمیکنم. باید یاد بگیرید. و بچه ها بعضی مواقع اینو باید دلیل باشه. بس ما تو کلیسا هم همین میگه، این چیزها باعث میشه، فقط میگم چی میگن دعوای چی اونطوری نکنه. اسم نمیبریم. میگه اونطوری نباشه دیگه، خیلی چی باشه، وگرنه این بگو نگو دلیل رشد ماست. شما تصور کنید، میگه چگونه تسلی دهم اگر خود تسلی نیافته باشم؟ خب یه تیکه است، درسته؟ خب آدم کی تسلی احتیاج داره؟ زمانی که افتاده، درسته؟ پس تو افتاد، پس موضوع اصلا افتادنه. پس وقتی ما میافتیم، حالا یا خدا ما رو تسلی میده یا یکی ما رو تسلی میده، میگه چگونه تسلی دهیم؟ به کی؟ به خدا تسلی بدیم یا به دیگری؟ خدا که تسلی نمیخواد. پس افتادن من و تسلی از خدا دلیلی برای تسلی دادن دیگری. میگه خدا رو نمیخوام تسلی بدم، یکی دیگر رو باید تسلی بدم. میگه چگونه تسلی دهم اگر خود تسلی نیافته باشم و چگونه تسلی یابم اگر خود نیافتاده باشم. و اینجاست که در واقع یا هر قسمت دیگه، اینها دلایل رشد ماست. پس اینه که ما احتیاج داریم تو این شرایط ها قرار بگیریم که به حال دلایلی برای ما باشه. پس وقتی برمیگردیم به توبه یا راجع به محبت خدا داریم صحبت میکنیم، باید توبه از روی عشق باشه، وگرنه واقعا نکنیم. چون ناامیدی میاره، این همه ما توبه کردیم هیچی نشد. راست میگه، چون توبه کردی موضوع فقط این نیست کار بد کردم، دلیل کار بد کردن تو فهمیدی؟ نه خب کار بد کردم، خدا گفت نکن، منم کردم. خب اوکی، میدونم خدا گفت نکنه، تازه فهمیدیم، اما دلیلش دلت شکسته از اینکه خدا رو بی محبتی کردی؟ یه ذره دقت بکن. نه، فقط شریعت رو شکستم، نه قلب خدا رو شکستم. اگر توبت به خاطر اینکه قلب خدا رو شکستم، خیلی جنسش فرق میکنه تا شریعت خدا رو شکستم. چون شریعت خدا یه چیزی جدا از خداست، شکستن قلب خدا خود خداست. متوجه شدید؟ دلیل توبه خیلی عوض میشه. شما حساب کن، مثلا یه جایی داری میری، نگاه بکنی، اوکی من چه میدونم در تون بستم، پنجره شکست. میگه آقا قانون کلیسا مثلا رو شوفاژ نشین، نشستم یه اتفاقی افتاد. میگه خب من قانونه خب کلیسا رو شکستم. خب آدم ناراحت ممکنه بشه، ولی اگر با یه نفر مشکل داری و دل یه نفر میشکنی، ناراحتی جنسش فرق نمیکنه با شکستن یه دونه. اینجاست که اگر من بخوام توبم، به خاطر شکستن دل خدا. چون شریعت خدا از کجا اومده؟ آها، ما اگر شریعت رو از خدا جدا کنیم میشیم مسلمان. اگر شریعت رو ببریم تو دل خدا، چیزی که شکستیم شریعت نیست. اینجاست توبمون عوض میشه. به خاطر همین میگه نمی کند، نه اینکه میگه نکن، قلب من رو نشکن. خدا نمیگه قلب من نشکن، میگه قلب من رو نخواهد شکست. متوجه شدی حالا شریعت؟
این ده فرمانه. خیلی فرق میکنن نگاه ما. ما احتیاج به این مکاشفه داریم که بابا اون موقع وقتی هست دیگه نکن شکستن قلب محکومیت نمیاره، فقط شرم میاره. درسته؟ فقط شرم میاره. من ناراحتم، من شرمگینم، خجالت زدم، شولدیش نگاه نمی کنم، انگار یه جریمه دارم. خجالت و شرمه، اصلا جنسش هم فرق میکنه. اینکه تو شریعت رو بشکنی یا قلب بشکنی جنسش فرق میکنه. و بیای ما به عنوان مسیحیان اینطوری رو نگاه کنیم، به هر حکمی، به هر گناهی، دانسته نادانسته اتفاق افتاد، این گونه برو سراغ خدا. بعد ببین باور کن توبه چقدر عوض میشه، اصلا لذت توبه رو میبری. بعد قشنگ میفهمی که دل به دست آوردی. ولی شکستن شریعت وقتی توبه میکنی مطمئن نیستی قبول شد یا نشد. چرا؟ چون که شریعت از دل جداست. خب شریعت رو توبه کردم اما دل رو نمیدونم به دست آوردم یا نیاوردم. حالا خدا قبول کرد؟ دیدی میگی خدا قبول کرد؟ نمیدونم قبول کرد. چون چی؟ شریعت از خدا جداست. ولی وقتی میگی خدای دلتو شکستم منو ببخش، بخوای خجالت میکشم از اینکه دلتو شکستم، قشنگ میفهمی دل خدا به دست میاد. دل راحت میشه به دست آورد. متوجه شدی؟ نه. شکستن شریعت محکومیت میاره، شکستن دل خدا شرم و خجالت میاره. بعد نوع تو به همین دلیل به دست آوردن دل خدا خیلی راحت تره تا جبران شریعت. بخاطر این ما مطمئن نیستیم که توبه‌مون قبول شد یا نشد. چرا؟ چون که توبه جدا از خداست. مطمئن نیستم خدا قبول کرد. همین مسیحیام مطمئن نیست، میدونه خونه مسیح پاک میکنه، همه رو میدونه ها، ولی مطمئن نیستم. میگه ایمان داشته باش. میگه آره ایمان دارم اما احساسم نمیاد، حالم خوب نیست، نمیتونم درکش کنم، ناآرومم، یا یه کاری باید انجام بدم. میگه چرا؟ چون سراغ قلب نرفته. چون وقتی تو با قلبت میری سراغ یه قلب، رابطه قلبی قشنگ میاد. تو با شریعت حرفه، یه حرف میکشه، روحه که حیات میده. به خاطر همین میری مطمئن نیست. چه شریعت که شعور نداره، صاحب شعور داره. خود شریعت که شعور نداره، بخود درک نداره که شریعت یه جمله از یه حکمه. درسته لوگوس خداست، از خدا آمده، اما اگه جداش بکنی به خودی خودی چیزی نداره. ولی اگه وصف باشه یه چیزی داره. اینطوری به حضور خدا می باور کن. اولین توبه که میگه خدا من خیلی ناراحتم از که این حرفو زدم، دلتو شکستم. باور کن یه توبه میکنی احساس قشنگ میکنی، مرسی منو بخشیدی. من خجالت میگه، من اشکت میاد اما شوق میشه. بعد میگه واو چیکار کردی بابا. بعد حواست هست دوباره دل، ولی شریعتو شکستم. خدا شما رو برکت بده، برکت بده، برکت بده.